سلام و خوش اومدین به ویدیوهای آموزشی LPIC 1 امتحان 101. این ویدیوی اولشه. من جادی هستم و سعی میکنم که کل این ویدیوها رو آماده کنم با اسپانسری خوب شرکت موبینت که حتما جا داره ازش تشکر کنیم، که در واقع هزینه این رو پرداخت میکنه که من بتونم وقت بذارم و تک به تک ماجولهای این امتحان رو با شما پیش برم. اول از این بگم که لینوکس بسیار چیز مهمیه، سیستم عاملیه که حوالی سال 92 رسماً به جهانیان عرضه شد، فری بود، آزاد بود، بسیار قوی بود، مبتنی بر یونیکس بود و در نتیجه توی مدت خیلی خیلی کوتاهی تقریباً تمام سرورهای مهم جهان از سیستم‌های مخابراتی، بانکی و غیره رو گرفت. بخش عظیمی از اینترنت توش میچرخه، عملاً همه سوپر کامپیوترهای جهان با لینوکسن و دسکتاپ‌ها و جاهای مختلف. شرکت‌ها نیاز به متخصص لینوکس رو هر روز و هر روز بیشتر حس می‌کنن. متخصص رو چجوری بشناسن؟ قدیم‌ها مدارکی بود که مثلا شرکت رد هات می‌داد. ولی مشکلش این بود که اولا من و شما نمی‌تونیم توش شرکت کنیم، چون که توی آمریکا برگزار میشه یا چند تا کشور خاص و خب ما اصلا نمی‌تونیم امتحان رو بدیم. بعدش هم این که فقط و فقط به رد هات وابسته است. یعنی اگه شما مدرک رد هات سرتیفیکیت انجینیر داشته باشین، فقط معنیش اینه که لینوکس رد هات رو بلدین، در حالی که تنوع لینوکس ها خیلی زیاده. این شد که مؤسسه به اسم لینوکس پروفشنال اینستیتیوت، مؤسسه لینوکس حرفه‌ای یا حرفه‌ای لینوکس، شروع کرد یه سری مدارکی رو خودش دادن. کار خیلی جالبی هم می‌کرد، از آدم‌هایی که تو دنیای لینوکس بودن می‌پرسید که شما چی کارا دارین می‌کنین روزمره، اونها رو تو امتحانش سوال می‌پرسید. در حالی که شما همچین مدرکی بگیرین، معنیش اینه که در یک محیط کاری می‌تونین کاراتون رو به خوبی انجام بدین. لیول های مختلفی داره، LPIC لیول یکش و لیول دوش ثابته، بعد تقسیم میشه. مثلا یه مدرک خاص برای کسایی که میخوان در شرکت هایی کار کنن که لینوکس و ویندوز کنار هم هست، کسایی که میخوان با درایور های کرنل کار کنن و اینجور چیزا. ما فعلا روی LPIC یک تمرکز داریم. LPIC یک دوتا امتحان میشه که تو این مجموعه ویدیو ما امتحان 101 رو بررسی میکنیم و امیدوارم که با کمک موبینت امتحان 102 رو هم بتونیم آموزشش رو تهیه کنیم. معمولا یک جا همه رو با هم امتحان میدن و دوتاشو با هم قبول میشن، به خصوص اگر این ویدیو رو دیده باشین و درساتون هم بخونین. انتظار میره که وقتی که شما LPI سطح یک رو گرفتین، میتونین رو سیستم کار کنین، کارهای روزمره انجام بدین، ماونت کنین، آن ماونت کنین، محیط گرافیکی رو بیارین بالا، یه سرور رو یا یه استندالون پی سی رو نصب کنین، به اینترنت وصل کنین و اینجور کارهای عمومی. بخش‌های بسیار جزئی داره امتحان 101، در واقع چندین ماجول مختلفه. من الان براتون بازش میکنم و تا اون باز میشه اینم بگم که من همزمان شروع کردم برای دقیقا همین مجموعه ویدیو که اسپانسریش با موبینته یک کتابم تهیه کنم که اینم دوباره در واقع رایگان در دسترستونه. آدرس سادش همیشه این خواهد بود، در واقع j.mp یعنی جامپ جادی LPIC1. انتظار میره کل 101 و 102 امتحاناش این تو بیاد. یه کتابه که فصل به فصل همه یه چیزی که شما باید تو امتحان انجام بدین رو داره. هنوز کامل نشده، همزمان با ویدیوها تکمیل میشه. انگلیسی نوشته شده چون که امتحان انگلیسیه، ولی تلاش شده که بسیار ساده، همه فهم و با بولت لیست، دستورای اصلی و اینجور چیزها باشه. مثلا این کل یک فصل خیلی طولانیشه. بقیه فصل‌ها حتی از این کوتاه‌ترن. فقط نکات مهم امتحانی دوشه. امتحان 101 خودش بخش‌های مختلفی میشه. 101.1 همینجوری میاد پایین، 101.3، 102 در واقع اجزای امتحان 101 هن. تا تمام تک تک این تاپیک ها رو ما بررسی میکنیم. مثلا میگه که 104.3 ماونتینگ و آمانتینگ رو یاد بگیریم و همه چیزهای دیگه که داریم. امیدوارم که همه ویدیوها رو نگاه کنین، تموم بشه با حالا اسپانسری موبینت تا آخر و بتونین. انتظار من اینه که فقط با دونستن همین چیزهایی که اینجا میگیم و نگاه کردم به این کتاب، بتونین امتحانتون رو به خوبی پاس کنین. من جادی بودم، امیدوارم که سریعا بریم سراغ درسای بعدی.